دوستان عزیز، امروز به ادامه گزارش های ما البته یک گزارش ویژه هست خدمت شما از قصر دارلمان. چقدر من لباس قیمت‌ترین لباس چون سرازی یک سال کار شده، یک سال سر یخن ازی، سر دامن ازی، سر چرمه‌اش و آستینایش. خانم های هستن که محصولات بی کیفیت استفاده میکنن و هموست که باعث میشه که پوستشون خراب میشه، یا اینکه موهایشان ریزش پیدا میکنن. کلا یعنی هم به اونا مشاوره داده میشه و هم یک چیز برشان توصیه میشه که اما مشکلشان از بین ببره. از یاست 3.5 ساعت، از اینا 2.5 ساعت دیگه. این کلا مثلا واسکتا چند هست؟ واسکتا هست 5000. دیگه نفس آدم میکشه. استقبال میکنن و همچنین با فرهنگ مردم هرات آشنا میشن و همچنین ما با فرهنگ مردم بامیان و دیگه ولایت ها آشنا شدیم. در کل تعامل فرهنگی صورت میگیره، بسیار خوب است. اینی لباس نماردش میگفتین که این همه پیرن آریانا سعید که بود، این پشتیه، باز پشت، این پشت سره و باز جلوری اون طرفه. در سابق همی تخت برقی ما از چین اینجا وارد میشد که متاسفانه خیلی با قیمت بالا میامد. فعلا ما خوشبختانه امیر داخل افغانستان میسازیم. امیدوار هستم هر کجایی که هستین خوش و آرام و صحتمند باشین. دوستان عزیز، امروز به ادامه گزارش های ما البته یک گزارش ویژه هست خدمت شما از قصر دارلمان، یک نمایشگاه برتر ملی همچنان به ادامه نمایشگاه های دیگه اینجا برگزار شده. امروز آمدیم ببینیم که در نمایشگاه اینجا چی ها به نمایش گذاشته میشه و کی ها اینجا اشتراک کردن، شما بیننده باشین. و همچنان امروز روز اول سال نو است، باز هم به تک تک شما عزیزانی که ما را بیننده هستین براتون یک سال خوب و خوش آرزومندم و تبریک میگم. دوستان عزیز، گزارش ما را بیننده باشین از قصر دارلمان، همچنان با وطنداره خود صحبت ها را می داشته باشیم. فعلا تا هنوز مراسم شروع نشده، آیسته بخیر مردم در حالت آمدن است و مسئولین که در رأس حکومت هستند اینجا تا هنوز تشریف نآوردن، اونا همچنان تشریف میارن. بعد از او که اینجا تشریف آوردن باز آیسته بخیر افتتاح میشه و همچنان جریان افتتاح را هم خدمت شما به تصویر میکشیم ببینین. و همچنان شما میبینین که خانما، حضور خانما بیشتر از این نمایشگاه و این خیلی یک روحیه مثبت برای همگی میده. دوستان عزیز، من میخوایم پیش از این که نمایشگاه شروع شود همراه وطندارای ما که آیسته به داخل میاین صحبت ها را داشته باشم که چگونه و چطور در این نمایشگاه اشتراک کردن و پیامشان چیست و چی انگیزه با وجود آمد. خب دوستان عزیز، داخل نمایشگاه شده ما ایسته یکی از خانمای شجاعت ما همیجا بعضی صنایع دستیشان و نمایش گذاشتن و میخوایم امروزشان صحبت ها را داشته باشم که اینا را خودشان آماده کردن، کارمند دارن، چی تعداد کارمند دارن، کجا از کمپنیشان دیگه، فعلا مشتری دارن. خب دوستا بین اساس داخل میریم، اونا فعلا مشتری دارن. میخوایم از اینجا براتون چی داشته باشم گزارش تهیه بکنم و قسمی که میبینید محصولات داخلی ما شما را، چیزهایی را که وطندارای ما با امکانات کم و زیاد که دارن اینجا به نمایش گذاشتن و تولیدات خود وطن ماست که این باعث افتخار همگی ما شماست. رسیدیم در قسمت شرکت تولیدی عبدالغفور یوسفی. شما هستید؟ بله بله، من نماینده شما هستم، خودشون اینجا نیستم. بسیار خوب، بسیار خوب. یک سلام به دوستان می داشته باشم. سلام تقدیم همه، نماینده سمیر الله از شرکت عبدالغفور یوسفی. خب
بسیار خوب بسیار دیگه تولیدات ما رو دیدن کده میتونیم چی از چی به نمایش گذاشتیم؟ ما به نمایش بخش دو بخش میشه یکی بخش دیکریشن موتر است دیگه بخش وسایل پرزجات موتر است اینا را در داخل افغانستان بله شما جور میکنید؟ شرکت ما در هرات است که تقریبا از 25-26 تا ماشین بیشتر داریم تعداد کارگرای ما به 200 نفر میرسه کار میکنه به اون شرکت یک 15-20 سال میشه که تجربه کاری داریم تنها طبقه زکوری از اگم رایتون بله بله تنها طبقه زکوری است خوشبختانه دمی دو نمایشگاهی که ما سه نمایشگاه البته چهارمی هستیم که ما آمدیم دیدن کردیم وطندارایی که از هرات آمدن خیلی زیاد هستن اینجا از شرکت زعفران بود و امثال از اینا که باعث افتخار ما هست که وطندارای ما کوشش میکنن یک زمینی کار و مساید میسازن چی پیام دونی شما؟ پیام با دوستای عزیز خود وطندارای قندقچی پیام داریم که از لوازم وطنی خود بیشتر استفاده کنن دقیقا هر قدر که وا استفاده کنن باعث تشویق ما میشه فروش ما بیشتر میشه وطن ما بهتر انکشاف میکنه زمانی که ما مفیدیت مواد میتولید وطن ما دهی است که زمانی که ما یک شیل پکیر که ما بسیار یک ساخت ما چیزی از چین میخریدیم بسیار با قیمت گذاف تمام میشه تو محصول میشه خدا دیگه نال خودمو که میسازیم میشه ماشین سرش از ماشینش تقریبا از چین آوردیم حالا که ساخت سازش خودمو میکنیم میتونیم با قیمت خونه است نه نه دیگه ارزان با بسیار با دوستا خوب است باش که یک بار اینجا بیایم سلام احترامات خوب است انشالله صد خوب است باش کال نفت خوب است خودت انشالله صد خوب است خودت هم همینجا مسئول هستی؟ بله یا بفرم چی حال احوال؟ یک معرفی کوتا راشد رحمانی هستم یکی از کارمنده شرکت آسیا فارما خب بسیار خوب در مورد وسایل که اینجا آوردی به نمایش یکم تشریحات میدودی؟ آسیا فارما خو یک شرکت تجهیزات طبی است تولیدی و صنعتی است که در بخش های مختلف کار میکنه در کل تمام بخشش طبی است که کارخانه تولیدی داره مثل فرنیچر پمبه و گپا تولید داره ما بسیار خوب شرکت کجاست؟ اصلی شرکت و نمی کارخانه ما که از در هرات است و ما خوشبختانه تمام ولایت پوشش قرار دادیم که در تمام ولایت ما اجنسی داریم بغیر از افغانستان در کشورهای دیگه بیرونی مثل ترکیه و امارات یا ما دفتر داریم بنام آسیا فارما صادرات به کشور هم دارین یعنی؟ خوشبختانه ولی بسیار خوب بسیار خوب ما یک همین را برتون مثال میتونم چون در سابق همی تخت برقی ما از چین اینجا وارد میشد که متاسفانه خیلی با قیمت بالا میامد فعلا ما خوشبختانه همی را داخل افغانستان میسازیم که شاید قیمتش به 50% تخت چی برسه شاید شما یکانه شرکت هم باشین که تولید میکنید خب آسیا فارما که از اولین شرکت بوده که سرمی چیز سرمایه گذاری کرده بعد از این ما شرکت های دیگه داریم که از کتلاک ما کپی میکنن و فلسکاری میسازن که اون چیز مطمئنی نیست بخاطر از این که هر چیزی که ما میسازیم فرض کنین مثلا ننواری ما را تمام چیز رنگش کورهی است آینش تمام چیزش مطمئن است ما سرجنس ما قدر مطمئن هستیم که 10 سال ما خدمات برازو میدیم فکر نکنم دیگه کسی دیگه باشه که سر یک فرنیچر 10 سال به او خدمات بده بخاطر ما مطمئن هستیم کارم خدا مهربان است که یک کشور ما تو پیشرفته داشته باشیم میشه که در مورد از اینا ما معلومات بتین که دیگه چیزا را بتین چون این هم استریچر امبولانس است که این هم سابق چینایی می آمد ما یک فکر کردیم با تغییرات کلی و خیلی محکم این را در داخل افغانستان ساختیم خودتان جور کردیم خب دیگه چی هست؟
محصولات ارتوپیدی است که در کل شاید یک 20 قلم ارتوپیدی باشه که کمربند، دستبند، قوزکبند تمام از یارا ما پوشش داریم. خوشبختان با که دکترهای ارتوپیدی ما در ارتباط هستیم، در مخصوی گپایشان نوشته میکنن با متاتکی ازی تیبی از با مشوره دکترها ساخته شده ایتونی که ما خود ما تولید کرده باشیم. پنبه آیوان افتخار ماست والا. پنبه آیوان یکی از پنبه هایی است که اولین چیز کرد که نمی بازار که پنبه پاکستانی را ما از پنج بردیم. ولی ایش وارد نمیشه در افغانستان؟ نه میشه، بسیار کم کم شد. در سابق پنبه کلن از پاکستان می آمد که بسیار کوالیتی بد داشت. ما پنبه خود ما را پنبه مزاری را می بریم به هرات، اونجا کارخانه است جستشو میشه تیبی ساخته میشه. تنها به شکل مختلف از 50 گرم شروع تا 100 گرم، 1.5 صد، 200 تا 500 و نوای مختلف. چقدر وطندارای ما شما را حمایت میکن و راضی هستن از تولیدات شما؟ خوشبختانه که آسیا فارما خیلی شناخته شده است، همگی با آدرس ما بلد هستن و ما هم هر جای که میریم یک تشویق میشیم از طرف وطندارا، چیز نو میاریم حتما. این خود طبیعی است که مردم تشویق میکنن. ما بخیر باشین. کدام پیام در اخیر اگر داشته باشین کم در خدمت؟ زنده و سلامت باشین. خدا کنه که ما بتانیم مزار خدمت به جامعه شویم و همی وطن ما خیلی در دیده و رنج دیده است، بتانیم که مردم به سوی خودکفایی ببریم. یگانه هدف ما اینمی است و مثل که همی پیام خود آسیا فارما تجربه یک زندگی سالم است دیگه. ما میخواییم که با اینمی تولیدات ما مردم رو ببریم به یک زندگی سالم. تشکر. بخیر باشه. بخیر باشه. تشکر. خدافستان. بخیر باشه. دوستای عزیز، نام خدا این فعالیت ها را و این کارکردهای وطندارای خود که ما میبینیم خیلی ما را انرژی مثبت میده که ما بیشتر و خوبتر و بهتر بتانیم در هر عرصه که هستیم فعالیت بکنیم، کار بکنیم، کوشش بکنیم تا یک افغانستان خودکفا داشته باشیم، یک افغانستان پر از صمیمیت و برادری داشته باشیم. دوستان عزیز، همونطور آیسای سمیه مختصر و کوتاه از بعضی جایی ما براتون گزارش تهیه میکنم که اینمیجه یکی از وطندارای ما را ماینه میکنن. نمیفهم. سلام علیکم. خوب استین؟ سلطان خوب استین؟ باشد سمیه ایزا را رکم کرد. خوب استین؟ انشاءالله سلطان خوب استین؟ بسیار زیاد مزرد میخوام. خیر کار دانم کنیم. خیلی نیست. چی مشکل داره لولای ما؟ مریض ما آمده میگه کم سردرد است، نیم سر درد میکنه و خواستیم که با فشارش چی کنیم که فشارش چی داره. هم معاینات میکنین هم بعضی دوا شاید بله. داده باشین که برشون؟ نه خیر، دوا خواه ما نیست، فقط هم بخش معاینات ما چند معاینه که جمعه شد آوردیم فری انجام میدیم بخواد بخواد به همتانان ما دیگه این فشارشان چک میکنیم. شفاخانه تان کجاست؟ شفاخانه ما بین پروانه دو پروانه سه به نام شفاخانه تخصصی باسد تا اونجا موقعیت داره دیگه. با تمام بخشا را داریم. چقدر امکانات در داخل شفاخانه دارین؟ فضل خدا امکانات ما بیشتر است نسبت به اکثریت شفاخانه ها. حتی در صد کشور در درجه دوم یا سوم قرار داره کشور شفاخانه ما. در بخش های قلبی، عملیات های قلبی، هم عملیات های باز است، هم عملیات های بسته است و بخش داخله، بخش هضمی، جراحی و دیگه بخش های ارتوپیدی، دیگه بخش ها هم داریم که ما در میشه در خدمت هم داریم. بسیار خوب. دختر خانم ها همچنان حضور دارن، کار میکنن. چی تعداد از طبقه اوناس هم رایتان کار میکنن؟ بله، در شفاخانه تعداد کارمنده طبقه اوناس ما الحمدلله بیشتر هستن و اونا ضرورت از داشته در مرکز ای ضرورت از بخاطر که ما از هم از مریضای فیمیل داریم، هم از مریضای میل داریم. به اون به او اساس ضرورت است کمرای مونو باشن. پس به خدا واسه در شفاخانه ما طبقه اوناس کار میکنن. پیامتون چی است به وطندارای ما؟ پیام ما به وطندارای ما است که اونا همیشه کوشش کنن که درس بخونن تا بتونن آینده وطن بسازن. آینده وطن به دست همین جوانان است که
به خیر میرسند، باید از درس بخوانند تا وطن ما از مشکلات خلاص شوه و به یک جای برسند. ان شاء الله بخیر. صحبت میکنین شما؟ مشکل خو نیست؟ خوب است ان شاء الله. سلامت باشید. صحت خوب است؟ سلامت. چقدر جای خوشحالی است، خوشبختی است که ما در چندین نمایشگاهی که اشتراک کردیم حضور دختر خانم ها بیشتر و بیشتر شده میره. یک معرفی کوتاه. خودم دکتر پلوش هستم، دشبخانی تخصصی بسط کار میکنم، یک از کارمندای شما. بسیار خوب، بسیار خوب. در کدام بخش؟ بخش عاجل امرجنسی. بسیار خوب، بسیار خوب. چی باعث شد که شما اینجا اشتراک کردید؟ خب از طرف دشبخانه هم تک تصمیم گرفته شد، چون حضور زنا در این روزا بسیار کم شده در تو یک جایا، از خاطر هم تک تصمیم گرفته شد که باید ما حضور پیدا کنیم تا خواهرای دیگه ما بیاین دیدن کنن، از تو یک جا تشویق شوند و بیاین حضور پیدا کنند. بسیار خوب. پیامتان چی است بوید از دختر خانمایی که فعلا خانه نشین هستند و دست به کار نمیشن؟ خب پیام می است که کوشش کنن به خاطر آینده بسازن. از خانه ششتن هیچ چیز به دست نمیه، چون حالا بسیار بر ما بسیار زیق ساختن یا اوزارا، اما با وجود از هم باید کوشش کنن که دست به کارشن به خاطر آبادی و وطن خود ما کوشش کنن. ان شاء الله. بخیر، تشکر از شما. خب دوستای عزیز، هم تو آسایستان میریم که این قسمت هم لوحه خود چیز ندارین، مجبور از خودتان سوال کنم. خوب است ان شاء الله. تشکر از شما. خوب هستین؟ صحتتون خوب؟ بخیر باشین. معرفی کوتاه از شما. پاکیزه دهزاد هستم، رئیس شرکت صنایع دستی دهزاد کوچی. بسیار خوب. مخصوص خانم‌ها شرکت؟ بله، تمامش مخصوص خانم هست. فقط دو نفر از آقایان خیاطای ما هستند، دیگه همش خانم هست. چقدر خوب. فعلا هم فعالیت دارین؟ بله، او نظر به خواست مشتری و نظر به فرمایش مشتری است. اگر تیار میخواستن تیارم داریم، اگر میخواستن که مود سابقه را و دیزاین نو جور کنن، بازم ما جور میکنیم. بسیار خوب. کجا از شرکتتون؟ ما متاسفانه آدرس فیزیکی نداریم، از ما کار ما آنلاین است. یعنی فرمایشات را که شما میگیرین کارمندایتون وظیفه میدین در خانه جور؟ مثل روز مست. در خانه جور میکنن؟ جور میکنن میارن. بله، تو پیرانا و تو چیزی که فرمایش میدن 6 ماه یک سال هم در بر میگیرن. قبلا شرکت داشتین یعنی؟ نه خیر، کار ما 1.5 سال میشه که کار میکنم. نه آغاز کردین؟ اقدام کردین تا بالا که یک شرکت یک جای جور بکنین؟ همه کوشش کردیم که به خیر یک شرکت یک پروژه بگیریم، اما ما به کمک مسئولین ضرورت داریم، کسایی که در مسئول در بخش هستن دیگه، که بر ما همکاری کنن و دست ما رو بگیرن. ان شاء الله. مراجعه کردین؟ نکردین؟ مراجعه کردیم. خب بازم میریم بعضی کمی و کاستی بوده که ما پوره نکرده بودیم، اونا رو هم همیشه تکمیل میکنیم بعد میریم. یعنی جواب رد دادن یا گفتن که شرایط باید شرایط تای مراحل رو میکنیم بعد؟ خب بیا میگذاریم از این گپا، در مورد مسئولاتتان بگوین که از مال واسه ما تمام شکار دست است و کوچیسته. تواندار نشین، توانش نه. با یک چپن هست، چپن ترکمنیسته که تمامش به بسیار ظرافت زیبا و مقبولی جور شده، که هم از پولی از این ترکمنیسته که فعلا پیدا نمیشه این پولی، و هم چرمه ده استفاده شده بسیار ظریفکاری و بسیار مقبول. قیمتش چند؟ قیمت از این مقبول خواهد. قیمتش بسیار ارزان است نظر به دیگه شکم. لباس های خانم هم ارزانش از 5000 پایین نیست به نظر. قیمت از این است 7000. 7000 من خود گفتم مد زده بودم. در اینجا دیگه رنگ های شما است، میتونیم باز بگیم. این یاست نی؟ چقدر مقبول دیزاینش؟ بله تمام. ایره خودتان جور کنید یا کارمندا؟ نه، اینا رو ما کارمندا برشون وظیفه میدیم جور میکنن، اما این تکای بسیار سابقه است، ایال پیدا نمیشه. طرحش باز کی؟ ما خود ما دیزاین میکنیم. خودت یا؟ من خودم هستم، امرای شریکم. بسیار خوب، بسیار خوب. قیمت ترین لباست کدام است اینجا؟ قیمت ترین لباس ما این لباس است. چقدر مرد؟ لباس قیمت ترین لباس، چون سر ازی یک سال کار شده. یک سال؟ سر یخن ازی، سر دامن ازی، سر چرمهش و استینایش. البته کارش خوب زودتر انجام میشه، ولی سر طرحش شاید؟ بله بسیار زیاد نه، زودتر نمیشه، چون که این لباس هایی که هستن کار دست است. کلش کار دست است، کار سوزن است، حتی چرمه ازی، موره ازی، هم آینه دوزی، همه چیز از اینا شما بین استینا ازی، همه چیز کار دست و کار سوزن است. راستی هم دوستا بسیار ظرافت کاری داره که
خیلی زمانگیر است. چند وزنشم آفرین خانم‌ها کیره وزنشم آ راستی چند از قیمت از قیمت از 25000 است. 25000 من است این واسکتای به خاطر دامات است، تمامش کار دست است، زنجیره دوزی، گراف، هر چی دیگه استفاده شده کار شده دیگه، اما کلش کار دست. بسیار خوب، ما که فرمایش بدیم باز 25000 30000 خود توانش نداری سر به توان تو فرمایش بدیم، یعنی امیره که ما بخوایم دیگه مراد نمیکنیم دیگه دیگه مراد شما گفتید قیمت داریم پیران و مراد شدگی قیمت داریم پیران دیگه، ما عادی خریدام نمیتونه دیگه بله فروشات ما زیاتر به بیرون از کشور است. خب دارین با کجا؟ به هر از هر نقطه جهان که بخواید میتونید برشان فعلا دارین صادرات کنم؟ بله ما در طول یک سال ما فروشات داخلی زیاتر نداریم، چون که داخل کشور این لباس ها بر ما بسیار قیمت تمام میشه، ما نمیتونیم حتی فایده خب فایده سر به سرم فروختن نمیتونیم، چون این بسیار زحمت کار داره و بسیار زیاد سر از این پر مصرف هم است، داخل کشور کس خریده نمیتونه، بیرون از کشور افغانای ما هستن میخرن. خدا مهربان است که ایستا کاربارتون هم رونق بگیره و بتونین یک شرکت جور بکنید که دیگه دختر خانم ها همچون بیاین دور هم کار بکنن. بله ان شاء الله. پیامتون چی است؟ از دیگه دختر خانم هایی که در خانه است از تال از صبح تال قدر پیام گفتیم هم یک پیام پیام از هم به هم اون مسئولین که این بخش مربوطش میشه ای است که دست ما رو بگیرن ما رو در این شرایط در این وقت فیلی که از هر نگاه از هر دیده طول یک و نیم سال ما شرایط سر ما زیق است، نه از نگاه کار است اگر از نگاه تحصیل است از هر نگاه دیگه دست ما رو بگیرن که ما تشویق شویم ما رو تشویق بکنن و انشالله که پروژه بگیریم ما در گرفتن پروژه بر ما یک چیز هم کاری کنن انشالله، ما هم چیز در توان ما باشه در کنار خواهرای خود یک جای کوشش میدیم شان حمایتشان میکنیم. تشکر از شما. بسیار خوب، میشه که در مورد فعالیت هایتون بگوین چی رو به نمایش آوردین اینجا؟ اینجا لوازم آرایشی و بهداشتی است و به خاطر خانم‌ها و آقایان است، به خاطر درمان پوست و مو است و مشاوره رایگان پوست و مو داریم ما که هر کس بخواهی در مورد پوست و موی مشاوره بخواهی ما چی چیز رو خودتان جور میکنین؟ این گلایی که میبینین خونچه هاست برای نامزادی است، برای لبس که میگیرن، برای لباس عروس و داماد که است یا کلش تولیدات خود داخلی است. کدام شرکت دارین؟ بله اونجا مشخص؟ در منده دکان است، کارگر داریم اونجا، کارگر هاست جور میکنن، کارگاه هم دارین که بله. جور بله. میکنن؟ بله و او اصل است، تولیدات خود هرات است، تولید خود وطن است. بله از اون رست زعفران همچنان همونطور و او تابلیت های برامون میگن برای کسایی که تکلیف شکر داره و کسایی که ریزش موی داره، ناتوانی جنسی داره، برای زنو تخویه چیز است، معجون است، اینا همه گی برای چیز است. برای نمایش است یا فروش هم؟ به فروش هم است، هم نمایش هم فروش. بسیار خوب، بسیار خوب. یک دختر خانم هم کارتان من میبینم، اگر اجازه باشه یک صحبت داشته باشم. خواهش میکنم، بفرمایید. خوب هستی خواهر؟ سلامتان خوب است؟ سلامت باشین. بخیر باشین، یک معرفی کوتاه از شما داشته باشین؟ یلدا هستم، مشاور پوست و مو و
و همچنین در بخش صنایع دستی کار میکنم. بسیار خوب، بسیار خوب. باز هم میگم گرچه چندین بار تکرارم کردیم حضور دختر خانم ها، دیگه دختر خانم هایی که در خانه هستن بیشتر انرژی میده که بیان کار کنن، فعالیت بکنن و باعث افتخار ما شما هستین. شما بگوین در مورد فعالیت هایتون چی چیزا رو شما اینجا آوردین؟ خب چیزهایی که اینجا ما خودم آوردیم که خب مسئولات است که واقعا خانم هایی هستن که مسئولات بی کیفیت استفاده میکنن و هموست که باعث میشه که پوستشان خراب میشه، یا اینکه موهایشان ریزش پیدا میکنن، کلا یعنی هم به اونا مشاوره داده میشه و هم یک چیز برشان توصیه میشه که اما مشکلشان از بین ببره و یک توصیه بهتر داشته باشن. میتونن حتی با ماسک هایی که برشان توصیه میشه در خانه خودشان تهیه کنن استفاده کنن. تنها قصد ما فروشات نیست، قصد ما فقط نیت خیر به مردم است که بتونیم از طریق مشاورم یعنی اونا را یک توصیه های عالی داشته باشیم. و همچنان خودم در بخش صنایع دستی کار میکنم که تولیداتی که داریم خود ما فعلا مثلا وقت پیدا نکردم که اون چیزایی که خودم جور میکنم بیارم اینجا به نمایش بانم، ولی چیزهایی که میبینی اینا خانم هایی هستن که همکاری میکنن در بخش گل و این چیزا کار میکنن. بله با مو یک دکانی که داریم به اوج کلان خانم. چند نفر از خانم در اوج کار میکنن؟ 4 نفر هستن. خب بسیار خوب، بسیار خوب. 4 نفر هستن. خودت باز کدام بخش هستی در صنایع؟ من دری بخشا نیستم. دری بخش همکاری دارم. همکاری دارم به هی بخشا، مثلا من بیشتر در بخش چیزهای زینتی خانه ویلچیم ها، دریم کچر و دیگه در بخش مثلا تاج و کمان و چیزهای خانم ها کس محفیلی و سفارشات که دارن من اون چیزها را جور میکنم. بسیار خوب. پیامتون در اخیر چی هست؟ پیام میست که واقعا که خانم ها در حال کار خیلی واقعا مقید شدن، تبعیض بین زن و مرد صورت گرفته. خب بناله که نباید خانم ها شکست قبول کده بشینن، اونا بهتر همیست که به هر دوره به هر زمان موفقیت خود نشان بدن. واقعیتش که خانم های افغان ما موفق ترین خانم هاستن و به هر صورت و به هر حالتی که بوده اونا پیروزی رزان خود کدن و حتما پیشرفت کدن در هر عرصه. با امید موفقیت های بیشتر شما. چطوری خوره؟ خوب هستی؟ خودت چی میکنی؟ خورک دست؟ خب بسیار خوب. خودت چی میکنی؟ عروسک آوردی؟ خودت آماده کردی؟ نه. آفرین ماشاءالله. بخیر باشین. با اجازه. با اجازه. تشکر از شما. بخیر باشین. خب دوستای عزیز وقت برنامه کم است. من نمیتونم که دانه به دانه همراه همگی ما صحبت داشته باشم. فقط خلاصه براتون یک معرفی کوتاه از بعضی جاها می داشته باشم که دختر خانمایی که اینجا آمدن بعضیشون صنایع دستی خودم مثل لباس و سبد گل گفتن همین چیزا آوردن به نمایش که باعث افتخار ما هستن و آیسته آیسته ما میخواییم به این طرف برم مزاحم عکاسی شما نشم. خوب هستین انشاءالله؟ ستا خوب است؟ بخیر هستین؟ شما چطور کجا آمدین؟ ما صنایع دستی داریم. خب از شما هستن؟ خب بسیار خوب، یک معرفی کوتاه. اسم است عزت الله، از ولایت بامیان. بسیار خوب. مسئول صنایع دستی. شرکت تان کجا هست؟ مورد محصولات تان بگوین اکثر. صنایع دستی ما است بامیان، بازارچه هنر. خب اصلی بامیان است؟ اصلی بامیان. خب کنر چی هست گفتیم؟ بازارچه زنانه. خب خود کنر، ولایت کنر. ولایت بامیان، بامیان. از ولایت بامیان. خب در اونجا است. من فکر کردم که کنر. نه ولایت بامیان است. خب بسیار خوب، بسیار. چقدر خوب چیز هست. حالا این دیگه در زمستان دیگه زمستان به درد میخوره. یه چی جور میکنی ایره؟ ایره از پشم. از پشم گوسفند؟ آه گوسفند. خب این توسط دست توسط خانما جور میکنی؟ آه دست خانما، ما بولیش هم کاری میکنیم. خب بسیار خوب. کدام جای مشخص دارین؟ شرکت داریم موجه یعنی در خانه کار میکنن؟ در خانه کار میکنیم، باز میاریم بازار. خب. از بازار باز میفرشیم. بسیار خوب. واسکت هم هستن؟ واسکت هم هستن. واسکت های برک هستن، یا هم برک هستن، یا توسط دیست جور میشن. کلش توسط دیست؟ کلش توسط دیست هست بیاد. قیمت های از یا چند هست؟ قیمت های از یا هست؟ 3.5 ست، از این هست 2.5 ست، دیگه این کلوم هست. واسکت ها چندی هست؟ واسکت ها هست 5,000. 5,000. اون دیگه نفس آدم ها میکشن.
خو ارزش داره، ارزش داره، ارزش داره. قیمت 15000 است. 15000 کدام؟ 15000 این چیز نداره مزون. خب یا خدا مهربان است که بخیر دیگه قرود داریم. خب اصل داریم ما. خب اینو سیستم میگم یک دختر خانم ما میجاست به صحبت میکنین. خب بس ان شاء الله. تشکر. ساعتتون خوش. ما دیگه چه چیزی اون طرف است؟ مزرد دیگه که دیگه دوستان ببینند. یک معرفی کنم. به نام خدا خادم احمدی هستم، یکی از خانمای تجارت پیشه بامیان که فعلا در بازارچه هنر خانم ها دکان داریم. بسیار خوب. فعالیتان در بامیان است یا در مرکز هم است؟ فعالیت من در بامیان است و ما به خاطر همین و نمایشگاه ها برای اینکه محصولات خود را به نمایش بگذاریم شرکت میکنیم. هدف اساسی تون چی است؟ هدف اساسی از ما این است که میخواییم زمینه برای رشد اقتصادی خانم ها هرچی بیشتر باشه. بیشک. شما در کدام حصه سهم گرفتین؟ آماده کردین چیزایی را که خانم ها آماده کردن گفتن، شما کدام بخش پیش میبرین؟ ما کلن تولیدات ما تولیدات کلن کار دست است. از قرود هایی که قرود گرفته اصل هست. ببخشین امی قرود ها تمامش از یک بامیان است؟ بله از بامیان است. یا از دیگه ولایت های ما هست؟ نه از بامیان است. خب باز فرق از اینا چی است؟ چند رنگ من میبینم اینجا؟ قرودی هست که قرود گوسفند هست، روغنی هست که او روغندار است و قرود های نمکی هست، قرود ساده هست. تمام مختلف. میشه که گوسفندی رو برامون نشون بدین؟ روغنی را گفتین، کدام است؟ گوسفندی؟ همی گوسفندی است؟ این قرودی که مثلا این حالت یکم حالت روغندار رو به خود داره که تامین نشه. خیر است. بفرمایید. حالت روغندار است. اجازه است؟ اجازه است. یک تست بکنید. سخت هم هست نسبت به قروت های دیگه. اینا رو ما یک سنده ای باز نمکی هست؟ این نمکی هست و نمدار هست. ما بفرمینیم چون که یعنی دوستان اینی شکلش هسته که اینا ما خیلی ما پس میمونه. اینه است گرفتم من، گرفتم من تمشه ببینیم. بسیار زد تشکر از توفیتان، زنده باشین. این نمکی شد و ایران که نشان دادین گوسفندی گفتن. این هم امو چیز هست، دیزاین های گرد است که مثلا ترش فرق باشه. از این چیز هست نمکی؟ ما میخواییم یک تولیدات قرودی داشته باشیم که با طعم های مختلف باشه. مثلا طعم هل باشه، زعفران باشه، قرود هایی باشه که دبینش به جایی که مغزدار باشه که مردم به جای شیرنی و چاکلیت از قرود استفاده کنن بهتر است. جدی واقعا هم کلسیم داره و هم برای صحت بدن مفید است. راستیم تمام تنظیم بگوین این تو باش که من اکسایل کنم یک ای بچه خاطر جور کردین؟ این را خانمای بامیان با کار دست است که با دست جور میکنن. خب بچه خاطر است این؟ ای به عنوان رومیزی استفاده میشه، برای دکوراسیون خانه استفاده میشه و خانمای محلی به خاطر که مثلا نانی که در نانوایی میبره این را برش میذارن که مثلا بسیار خوب، بسیار خوب. یعنی نان میشه بالای از این انتقال بدن. درست. چقدر خوب، چقدر از ظرافت کاری شدن. ایران خانمای شجای افغانستان جور کردن، جور میکنن. بسیار مقبول، بسیار مقبول. خب دیگه چی چیزا را شما جور اونی چی هستن؟ تابلو هستن. خب خیر زحمت نکشین، میشه از همی چی دیده که با تکلیف میشه. تابلوهایی هستن که با روبان جور میشه، با فیته جور میشه. کلش کار دیست است که دوی اینا دوخته میشه، این طرح اینا کلا دوخته هست روی اساس. اینجا من پیرانای هزارگی رو میبینم. قیمت های از چند دستی خودتان جور میکنید؟ دیگه جور میکنیم. ما تقریبا تعداد خانمایی که زیر دستمان داریم از 100 دانه خانم تا 300 دانه خانم هست که اینا رو ما براشون فرمایش میدیم و اینا برای ما میدوزن و ما برای به اینها کرایه میدهیم که تقریبا این برای خود ما فروشش 1500 هست که قبلش زحمت کشیده شده و کلش کار شده است. پیامتان چی است به اوی از خانمایی که فعلا به خانه به سر میبرن، فعالیت نمیکنن مثل شما وره که باید بیان زحمت بکشن کار بکنن در هر شرایط؟ پیام من معلومات بدید خیلی مشکل. اینا کفشایی هستن، کفشای نمتی هستن که در فصل سرما و زمستان ازشون کار گرفته میشه، بسیار گرم هستن و به خاطر کسایی که روماتیسم دارن، پای دردی دارن استفاده کنن خیلی بهتر است. راستیم راستیم صحیح است. خب پیامتان حالا میشنوید؟ پیام ما این است که
که خانم ها بتونن فعالیت کنن، هم برای خودشان خوب هست و هم برای کسایی که زیر دستشون کار میکنن. از نظر اقتصادی نباید به هیچ کسی متکی باشن. یک خانم باید همیشه مستقل باشه و بتونه همیشه تجارت خود را چی به خارج و چی به داخل کشور بتونه محصولات خود را به فروش برسانه و برای خود نفع اقتصادی به دست بیاره، خصوصا خانم های افغانستان. درست است. تشکر از شما. بخیر باشین. سلامت باشین. خب دوستان، رسیدیم در قسمت یک از شرکت های دیگه هست که از زبان خودشان میشنویم. من نامشان متاسفانه که مکمل هم اینجا نیست پات شده. خوب هستین ان شاء الله؟ سلام، خوب هستین حاج محمد؟ بخیر باشین. یک معرفی کوتاه به دوستان شما. به نام خدا، زینب هستم از هرات. بسیار خوب، بسیار خوب. خوشبختانه در چندین نمایشگاهی که ما اومدیم گزارش تهیه کردیم به وطن دارای خود، حضور خانما و برادرای خود از هرات بیشتر دیدیم اینجا. درست، همونطور که میدونید هرات مهد علم و فرهنگ و در کارهای فرهنگی و تولیدات از تمام ولایت ها تقریبا برتر گفته میشن. راستی ها. خب میشه که در مورد کارهایتان یک کمک معلومات بودین، شرکتتان که چی تعداد خانم ها در اونجا، البته شاید خانم ها بیشتر باشه کار میکنن. ما از کارگاه لباس افغان برند هستیم و کارمنده اونجا کلان خانم هست، تولیدات از تولیدات خود ما هست و همچنین دیزاینر و اینا از خود ما هست. در ولایت هرات دیگه؟ بله بله. در مرکز هم دارین صادرات یا نه؟ خوشبختانه ام دفعه اول است که آمدیم و جنس های خوردیم، امیدواریم که دوباره دوامدار بشه انشاءالله. به چی نتیجه رسیدین وقتی که در نمایشگاه آمدین؟ اولین نمایشگاه که اشتراک کردین؟ نه، نمایشگاه زیاد بوده، به هرات بوده. در کابل؟ در کابل اولین نمایشگاه است. چطور است حمایت کسایی که در کابل زندگی میکنن از کارهای شما، از تولیدات شما؟ خوب است، استقبال میکنن و همچنین با فرهنگ مردم هرات آشنا میشن و همچنین ما با فرهنگ مردم بامیان و دیگه ولایت ها آشنا شدیم. در کل تعامل فرهنگی صورت میگیره، بسیار خوب است. مردم کابل هم مردم مهمان پذیری هستن، مهمان نواز هستن. ما خوشحالم که از کابل زیبا دیدن کردیم. همچنین ما از دیدن شما خوشحال شدیم. خب میشه که در مورد لباس ها بگین کمکی؟ بله، ما بیشتر طرح سنتی توی لباس ها کار میکنیم. میبینید میکسی از سنتی و کلاسیک هست، کلاسیک هست لباس های ما و بیشتر اینا مال مردم هرات. اما سرخ و سیاک هست؟ بله، و همچنین این کتایی که طرح سنتی خرج کار دارن اینا هستن. و میدونید طوری که هرات هم مرز با کشور ایران هست، بی تاثیر نیست، باز در قسمت البسه بی تاثیر نیست و الهام گرفته بساخته هست. چند نفر خانم ها کار میکنن برای تو؟ قبلا کمتر بودیم، حدود 10 نفر بودیم، ولی با کمک دفتر UNDP الان تقریبا 30 نفر خانم اونجا کارمند هستیم و همکارم هم که اینام کارگاه دارن، اینام تقریبا 20 نفر کارمند دارن با هم دیگه. شما جداستین، اینا جداست؟ بله بله، و با هم اینجا قرفه دیگه کم مانده بود به ما. خوب است. تشکر. امروز نوم یک صحبت ها رو داشته باشیم؟ اجازه خواست انشالله. خوب است انشالله؟ خوبی شما؟ سلامت. بخیر باشین. سلامت. یک معرفی کوتاه شما؟ به نام خدا زهرا هستم از ولایت هرات. بسیار خوب، بسیار خوب. شما میشه که در مورد محصولاتتان، کارتان، فعالیتتان یکم بگویید؟ از ما در هرات فعلا تولیدات ما بیشتر تولیدات جمپر هستن. در کل جمپر هستن. ماشینی هست یا بله؟ توسط دست جور میکنین؟ اینو ماشین هست دیگه. بیشتر تولیدات ما جمپر هست که حدودا یک سال میشه که کارگاه خود را آغاز کردیم. حدودا 20-25 نفر خانم ها مشغول کار هستن در هرات. انشالله که در سر تا سر افغانستان همونطور خانم های با شجاعت ما کار خود همونطور بر انرژی ادامه بتن. بخیر که دیگه خانم هایی که در خانه هستن ناتوان هستن دست از اونام گرفته شود. خب همین جمپر هستن و دیگه تولیدات هم دارین شما؟ جمپر هم هست، اینا تولیدات خود ما هستن، اینا هستن لباس اسپورتی، اینا تولیدات گندم داریم. قیمت‌ترین لباس اینجا کدامش بود؟ بله، قیمت‌ترینش کدامش است؟ قیمت‌ترین اینا هستن که اینا حدودا 5-6 هزار هستن. اینا دستوزیه. راستی هم گند افغانی اکثر قیمت نیست. قیمت ها هم اون باز توسط دست ساخته شده باشه. خیلی خوب. کدام پیام خاص اگر داشته باشین کم نده خدمت؟ من خواستم تشکری بکنم از دفتر UNDP که زمینه رو مساعد ساختن که ما در کابل بیایم در این نمایشگاه شرکت بکنیم و مفیدیت همچین نمایشگاهی است که ما خانم ها بتونیم که مثلا با تاجران
کارمندانی که در داخل و خارج هستن آشنا شون و خیلی خوبه، یعنی همچه نمایشگاهی اگر در داخل هست. بله از بادقیس آمده. اسمتان؟ عایشه. خانم عایشه، تمارد فعالیت هایتان بگوین، کارهایتان بگوین که چی چیزها را شما آماده میکنین، تهیه میکنین؟ الحمدلله لباس افغانی، سید، آشپزخانه، تخت خواب، توشک، کل چیزی که هر کس که سفارش ده ما میتونیم جور کنیم. شرکت داریم؟ شرکت نه، به مارکت زنانه کار میکنیم. چی تعداد نفر اوجه کار میکنیم؟ تقریبا 400-500 تا زن کار میکنیم. ماشاءالله. نمی شرایط فیلی؟ بله بله، نمی شرایط فیلی. تنها از طبقه اوناس هست در شرکت؟ بله تنها اوناس هست. بسیار خوب، بسیار خوب. خب در مورد از اینو یک کمک معلومات میدادین که مردم شریف بادغیز بیشتر از کدام لباس ها استفاده میکنن؟ البته خانمایشان هر نوع لباسی که مدل روز باشه همو مدل جور میکنن. بعضی اکثر یا کمرچین میپوشن، بعضی یا چپن میپوشن، هر قسمی که چی یک ذره در فضای مجازی زیادتر است. بله بله. بعضی تصاویر رو میبینن فرمایشی، یک کمک می دست معننات ما شما کسی استفاده نمیکنه. بعضی کسایی که در خارج از بازارنا بیشتر استفاده می‌کنم. بله من خودم تقریبا 8 دست به می ما دختم روان کردم به سویدن. 8 دونه؟ بله 8 دونه. از می دوستا به سویدن من دختم روان کردم. بیشتر می‌خواین اونا به نظر؟ بله بیشتر می‌خواین. یکم از مردم که به افغانستانن اونجی که به خارجن قیمت هر قیمتی که به اونا بگی قبول میکنن، اما افغانیا خود ما که بگی یک قدم میگه وای گران کم ارزان‌تر. که گونه از اینا هم نیست. او قدر امکانات در اینجا نیست. براز اونا معلوم نمیشه 100 دلار و 200 دلار نی؟ بله. خب اینی لباس در موردش میگفتین که این همه پیرن آریانا سعید که بود این پشتیه، باز پشت ای پشت سر و باز جلو ریو طرفه وای پشت سر. بله ما از بادقیس که اومدیم مانکن نبود، همین تینا را ویزان کردیم به خاطر آریانا سعید. دیگه خانم آریانا سعید دیگه همه دختر خانم عاشق شده دوست دارن و لباساش همچنان تقلید میکنن. قیمت ترین لباستون کجاست؟ ما در هر دکانی که داخل میشم خصوصا از دختر خانم اول پرسان میکنم که قیمت ترین لباستون کدام است. امی؟ بله. شکل تاجیکی که میپوشن بازم این کلایش هم میپوشن؟ این کلایه. بله. چند از قیمت از این؟ قیمت از 5000. 5000؟ خب قیمت ترین شمی هست؟ بله. بسیار خوب. پیامتان چی هست به دیگه دختر خانم ها؟ آرزوی خوشبختی میکنم به همگی جور صد من باشن. بخیر باشین. تشکر از شما. بخیر باشین. خداحافظتان. بین دوستان تو داخل میریم آیستا ایستا. بخیر. نام خدا. اینجا دیگه به حد پر جمع جوش است. خانما، برادرها و کسایی که از ولایات هستن همشون اینجا تشریف آوردن. یک جمع بسیار خوب است اینجا. نمیفهمم از کجا شروع بکنم، از بس که خوشحال هستم خواهرای خدا میبینم، برادرای خدا میبینم. مهدی جان بیا دیگه همه ترایسته از این طرف از این قسمت شروع بکنیم. نام خدا. کلش دوستا صنایع دستی داخلی خود ما هست میبینیم. مادرها و خواهرای ما همشان آمدن و صنایع دستی خود به نمایش گذاشتن. دیگه شما همچنان نیجا میبینین که صنایع دستی را آوردن به نمایش گذاشتن و چکنی و عسل و همین چیزا هستن و امثال همین چیزا که خیلی جای خوشحالی است. که من باز هم میگم که خواهرای خود، برادرای خود من میبینم در کنار هم کار میکنن و اینی هم مواد خوراکی را نمیفهم از کجا ولایت آوردن، چون وقت برنامه کم است. من نمیتونم که دانه به دانه با همگی صحبت بکنم، فقط خلاصه خلاصه میشه که شما در تصویر ببینین که محصولات را که آوردن به نمایش تصاویرش را ببینین و من همراه یک نفرشان صحبت میکنم ببینم که چی آوردن. خب بیاین
سه بخیر این قسمت ها یادم نره فراموش ما نشه که بعضی چیزا اینجا همچنان آوردن، زعفران است و عسل و همه چیزا را. تصاویرش شما ببینین و همچنان زیورات را که خانم ها و آقایان همچنان میتونن استفاده بکنن آوردن و همچنان این قسمت ها همچنان دستکول و لباس و زیورات دیگر همچنان آوردن، لباس های افغانی ما شما را همچنان آوردن، شما میتونین تصاویراتش ببینین. و در این قسمت همچنان بعضی تابلوها است که آوردن، شما در تصاویر ببینید ساد هست، کلمه شریف هست و همین چیزا هست. بیاین دوستان سیستم به این طرف میریم که این طرف چی گپا هست، چی سخنا هست و مردم مصروف چی کارگار است. نام خدا وطنداران ما خیلی روحیه میتن، تشویق میکنن همه گیره که شما خلاصه همه گیره اینا را در تصویر ببینین. اما طور برای شما خلاصه سلام خوب هستین، بخیر سلام خوب هست. خواهرای ما که در نمایشگاه قبلی همراهشون صحبت کرده بودم اینجا هم حضور دارن. شما یک تصویر داشته باشین از جمعی و باز هم گفتم براتون که من همراه یک نفرشون صحبت میکنم که وقت برنامه خیلی کم است. خوب هستین خواهر؟ شما خوب هستین؟ بخیر باشین. یک معرفی کوتاه داشته باشین؟ به نام یاد خدا زال امید هستم، یکی از همین نقاشایی که در همین نمایشگاه اشتراک کردیم. بسیار خوب. اولین نمایشگاه است که اشتراک کردین یا در نمایشگاه قبلی هم بودین؟ در نمایشگاه قبلی در دو نمایشگاه دیگه بودیم، کابل سیرینا و گالری ملی. نه در کانتینتال نبودین در اونجا؟ سیومین نمایشگاه است. بسیار خوب. اینا رو تمامش خودت نقاشی کردی و دیگه خواهرای ما کجا نشستن؟ در این نقاشا 3 نفر هستیم که خودم هستم و همسر تیم ما مژگان جان و دیگه دیبا جان. تحصیلاتون در کجا باید تمام بسن یا در چیدیان هست یا نخوانده چه رقم؟ تحصیلات مکتب خلاص کردیم دیگه، در مصروف همین نقاشی بودیم. در کجا مختن نقاشی؟ در هنرستان غلام محمد بایمنگی. فعلا رسامی های نقاشی هایی که میکنین کدام جای مشخص دارین؟ شرکت دارین؟ دکان دارین؟ چی دارین؟ فعلا کدام جای مشخص نداریم، یک فعلا کارگاه خانگی داریم که بخیر یک کارگاه جور میکنیم. هدف شما از اشتراک در این نمایشگاه چی است؟ هدف ما این است که ما نقاشی کردیم، یعنی به نمایش بگذاریم که ما اولا که بود ما فقط در خانه کار میکردیم، حالا میخواییم به نمایش بگذاریم که مردم هم ببینن و یک ارزش پیدا کنن. هم به نمایش آوردین و هم به فروش؟ بله. خب قیمت‌ترین تابلوتان چی است و پرمصرف‌ترین تابلوتان کدام تابلو است؟ قیمت‌ترین تابلوم تابلوی کعبه است. بله. خب او را در چند مدت آماده کردین، جور کردین؟ دیدم تقریبا یک دو هفته میشه که دو هفته دو سه هفته میشه او را در دو هفته سه هفته جور کردین آماده کردین؟ هنوز هم تکمیل نیست. نیست؟ چی کارش بخواهیم؟ هنوز ما بختر که نمایشگاه بود یک کم زود کار کردیم که یک کم رنگش برای دیگه یه هم ظریف کاریش مانده. قیمتش چند است؟ قیمتش $200. $200؟ البته و خارج دیگه. چقدر ارزان؟ بسیار خوب. پیامتان چی است در اخیر که وقت برنامه هم کم است؟ پیام ما به امارت اسلامی است که همی رقم نمایشگاه را به ما برگزار کنند تا ما همی هنر خود را به نمایش بگذاریم. انشالله بخیر. تشکر از شما. بخیر باشید. سلامت. خب دوستای عزیز رسیدیم به لحظات آخر برنامه. دوستا تا هنوز قروت ما خلاص نشده. همینجا نگاهش کردیم نام خدا صنای دستی خانمای ما، خانمای با شهامت افغانستان که براتون به نمایش گذاشتم، دیدین چقدر نام خدا مقبول و زیباست. و همچنان محصولات داخلی ما که قروتش فعلا ما استفاده کردیم خوردیم، بسیار مزه‌دار است. دوستان عزیز این بود گزارش ما از قصر دارالامان. امیدوار هستم که خوشتان آمده باشن. تا لحظات آخر برنامه ما را همراهی کرده باشین. خداوند یار و مددگارتان. منتظر گزارش‌های بعدی ما حتما باشین. انتقاد پیشنهاد هر چی داشتین ما در خدمت مدیس.